واقعا اینجا فقط منو کم داشت که منم به طرز فجی من اینجا واقعا فهمیدم که شلوار تنگ یعنی چی. خیلی متشکرم واقعا، منم اینجا هستم. خوب هستین؟ درود، سپاس. واقعا عالی بود. چه ترکیب عجیب و غریبی. یعنی میدونم که تو ورزش دوست داری، میدونم تو هم موسیقی دوست داری، برای من این یک نقطه مشترک همه ماها شد. فقط من این وسط اضافی هستم. باید میخوام بیان تو نور. خیلی خوشم میرم نجوا جان. تو میدونم که علت این که با هم این موسیقی رو رفتیم کار کنیم، من که اصلا علاقت به ورزش از یه فیلم شروع شده که موسیقی خودش هم داشته. فیلم راکی. فیلم راکی. فیلم راکی که بوکسر قهرمانی بود، مال دهه 50 فیلمش اومد. منم یادم تو سینما دیدم. 1976. بله، من اون موقع قشنگ یادم که 11 سالم بود فیلم دیدم. و فیلم اولش خیلی خوب و به تدریج رکود کرد، بیشتر شد سوپرمن. نه ولی این تو ذهن تو موند. آره، من اون موقعی که خب بچه بودم پدرم فیلم های اون نوار کوچیکارو اگه یادتون باشه، بله، بتا ماکس بود. آره، اونا رو همیشه داشتیم دیگه. یعنی فیلم هایی که جدید میمد، چون من پدرم مربی کاراته است، البته استاد ضرب هم هستم، این هنر و این موسیقی رو از همونجا از پدرم دادن. خیلی ولی جالبه. به این فکر کنم ترکیب خوبی میشه. میدونم که هر روز این کار نخواهیم کرد، میدونم که ماهی یه بارم نخواهیم کرد، از 60 سال یه بار، ولی حداقل برای ما این کار رو انجام دادیم. 60 سال یه بار که اصلا ببین، زورخونه خودمونم اصلا با موسیقی دیگه. و این یه جوری حالا موسیقی نمیدونم یه کار زورخونه غربی شد، نه یه چیز شده مثلا. خیلی کار اشتباهی نیست، خیلی قشنگه، خیلی کار جدیدی و خیلی من که تصویر با موسیقی که حتی موسیقی که ایشون داشت خوره هولناک بود، دلشوره داشت. نه برای من خیلی خوب کار کرد. جدی؟ من خیلی دوستش داشتم. یعنی من آخه میگم چون توی خانواده که خب همش هنر بوده، من برادرم هم ویولونسل میزنه دیگه، این صدا برای من خیلی آشناست و این همیشه بوده. همه هنر خیلی واقعا از این مسائل خوشحالم. تو هم آهنگی که انتخاب کردی برای این اجرا یه آهنگ مثل کلاسیکه قدیمیه که بازسازی کردی برای ما، خیلی ازت متشکرم. هستم ما این در یک رینگ بوکسی که ببینیم دو زن هنرمند و قهرمان رو که زیر این کلیسا هستن رینگ بوکس. و این خب خیلی چیز جالبی هستش. من آخرین باری که رینگ بوکس بودم با کامران هومن بود. خب حالا شما الان تا اینجا اومدی یک کاری یک کاری بکنم اگه اشکال نداره. حالا تیخور اقدارات رو سر من خالی کنی. نه موازم این مرد و حکومت شما خالی نکنی. نه ما خالی نمیکنی. بزنیم من با این بیام. او بچه اینجا رو من میخوام که با اینو ببینی. خواهش میکنم. خیلی باحاله. آن ساپو یعنی نمیتونی جلوی منو بگیری. دقیقه. شما میذاریم؟ شما بب. شما من خود رو کرتو فرتون بردن. آره نه، حالا من مواظب باشم. فکر کنم این امونو با عضلات حسادت نکنیم. اینا میذاریم اینجا. خب نجم جان دری تو نگاه کن به اون نمره بده. این هم آماده. این معمولا مربی ها دستشون میکنه بچه ها. من این رو یاد گرفتم از تو. این ماله یه تمرین های توی این ماله آره دیگه جاپان. آره. یه وان تو. خوبه. آره. خب تو اصولا تو زندگی از کی بوکس رو شروع کردی؟ از بعد از اینکه دو حالا خوبه کلک بزنی که شخ تو صورت. تو صورت بیا. آره بیا. خب از کی شروع کردی بوکس رو؟ من از اینکه دخترم به دنیا اومد خیلی جدی رفتم سراغ بوکس و همیشه ورزش میکردم. دختر ولی چند وقتشه؟ 5 سالشه. جدی میگی؟ اسمش چیه؟ جانان. چه اسم قشنگی. بزن نترس محکمتر بزن یکی دیگه بزن جانان. نترس تو صورت دیگه تو شیکم بیاریم. خب اسمش جانانه. بعد تو ایران تو ورزش میکردی؟ من همیشه بدنسازی. من با تنیس حرفه‌ای خیلی شروع کردم. تنیس کردم. آره. بعدش دیگه بدنسازی و گلف هم بازی کردم. آره ولی خب دیگه گفتم چون پدرم مربی کارته بود همیشه رزمی دوست داشتم. ولی بوکس یکی خیلی عجیبه. آره چیز اصلی چیزی میگم فکر کنم بعدا برازاد من تظاهرات بشه هشتگ به اسادینو گفت. ولی بوکس برای دختر تو دنیای ما عجیبه، ولی خود تو دنیای خارج
عجیب نیست چی برای واقعا کمتر بزنی. هیچی عجیب نیست. اصلا واقعا ورزش زن و مرد اصلا هیچ چیزی عجیب نیست. اصلا واسه زنان هیچ چیزی محدودیت نداره تو کشور خودمونه که اینطوریه. و من اون موقع که ایران بودم مجبور بودم باشگاه مردونه برم ورزش کنم. جدی موقعی که تعطیل بود یا موقعی که یواشکی میتونستی بری؟ دیگه ساعتهایی که حالا یکم رفت آمد کمتر بود، اتفاقا خیلی از آدمای سرشناس اونجا میمدن ورزش میکردن. ما چند تا خانوم بودیم که اونجا یواشکی یه موقع ذوق بعد از ظهر یا مثلا موهای کوتاه یا بسته؟ نه دیگه اون اطراف بود دیگه، خب باشگاه رو میشناختن دیگه، داشتن هوای ما رو، ولی خب دیگه خیلی یواشکی با ترس میرفتیم. آره این دیگه یکی از آرزوهای من بود همیشه که من بتونم بوکس و حرفه‌ای انجام بدم. تو یه زب اومدی کانادا؟ اومدم اینجا دیگه شروع کردم تمرین کردم با مربیا، تونستم مدرکمو بگیرم، الان دو تا لول گرفتم که بعدیش میشه مدرک بین المللی و من جدی یعنی میتونی مسابقات جهانی شرکت کنی؟ اصلا خب الان تدریس میکنم دیگه، یعنی میتونم کسایی که واسه مسابقه آماده میشن و بهشون یاد آمادگی میگی دو تا مشت دیگه بس بزن بزنم. بزن نه جدی بزن همونجا که میخوای بزنی مربی دیگه بزن. نه تا آفرین آفرین یکی دیگه آفرین میا. چپ راست چپ آها چپ راست چپ راست حرکت بعدی نه خیلی خوب بود زیاد زور نداره همه فکر بکنم همه این به خود بذارم. خب اینجا دختره ایرانی هم هستن که بخوام بوکس یاد بگیرم؟ تازه خیلی این ورزش بین دخترای ایرانی داره یعنی پررنگ میشه. آره داره باب میشه. ولی خب من حالا اینجور که خود مربیایی که به من اینجا یاد دادن و من شنا مدرک گرفتم اصلا میگن که تو تنها دختر ایرانی بودی که تا الان اومدی و مدرک گرفتی، چون اصلا خیلی میگم چون محدودیت داره اصلا خیلی بعد خوش خیلی باید دوست داشته باشی و واقعا یکی از هدفات باشه که بیای اینجا و بدی. تو هست دیگه یعنی این دیگه شد دیگه حرفه تو. دقیقا این تخصص. ایران بودی چیکار میکردی؟ من ایران اون 35 سال گذشته من چه کار ما خودمون کار فروش و مارکتینگ و اصلا رفت نشدم. آره دیگه چون ورزش که خب همیشه بوده، من میگم چون توی خانواده ورزشگاه بزرگ شدم ورزش همیشه بوده. آره ولی من کار همیشه غیر از اون کاره حالا دیزاینری و فروش و مارکتینگ اینا رو می‌کردم. آره. الان دیگه جایی هستی که همیشه می‌خواستی باشی؟ دقیقاً. و دنیای جدیدی باز شده در اینجا در این کشور، خیلیم خوشحالی. امیدوارم که واقعا توی ایران بتونن همه زنان ایرانی واقعا بتونن اون چیزی رو که دوست دارن، اون ورزش یا اصلا هر چیزی، هر کاری رو که دوست دارن آزاد بتونن واقعا برن به هدفشون برسن. آره انجام بدن. من واقعا آرزوام اینه که چون شاید همه شرایطی ندارن مثل من که حالا بیان و چون به هر حال همه مهاجرت سختی‌های خودشو داره و باید خیلی بذاری از خیلی چیزا رو باید بذاری پشت سر. دقیقاً اونقدر هم ساده نیست چون بتونی اینجا جا واکنی واقعا. بعد به قول یکی از دوستان در خارج از کشور میگفتش که بابام به من گفت که تو باید 10 برابر خود خارجی ها کار کنی که از اونو بشی. اون گفت من 100 برابر اینا کار میکنم که 10 برابر از اونو بهتر بشم. و این درسی بود که از بهرنگ من گرفتم، رپر ایرانی تو سوئد. من خیلی خوش شانس بودم که بین مربیای کانادایی اینجا تونستم، یعنی حتی بین المللی تونستم واقعا میگم چون از دل و جون مایه گذاشتم واسه این کار و تونستم جا باز کنم. آینده چی الان؟ یکی که تو مدرک میگی تو بتونی وارد الان مدرک کانادا رو دارم، مدرک بوکس کانادا رو دارم، بعدش میشه بین المللی که الان خب تدریس میکنم دیگه، یعنی هم پرسونال ترینر. چند ساعت اینجا تو ورزش میکنی؟ من روز 2 ساعت بوکس میکنم و دارم خودم آماده میکنم واسه اسپارینگایی که حالا باشگاه ها میذارن. اسپارینگ یعنی که همون آماده سازیه؟ آره واسه فایت کردن آماده میشی برای نبرد و بوکس بازی. ولی خب لولش خیلی پایین تر. آره پایین آره یکم آروم تر باشه. یه تیکر رو ببینیم بعد برگردیم حالا صحبت کنیم با قهرمان دیگه که اون سوی رینگ ایستاده دست در جیب و منتظره که اون بازی تمام بشه. خواهش می‌کنم از مربی شما بیاین وسط. بله. We'll be right back.
منم به طرز فجیع وارد میشوم. خب هستی خیلی جالب این حرکاته، البته به خاطر ما خیلی ملایم. میخوای بده من این تو دهنیه خیلی چیزه. پر سپاس منم شو این دستمه. میخوایم چه میخوای مشتی بکنم؟ آره بزنم به جان. نه من چیزم ولی دیدم خیلی بالا ولی خیلی سفته. دیگه من همه اینجوری یا من اینجوری درست کردی که ببازم به این مخصوص شماست. مخصوص من شماست. اینو جدا آوردم. اصلا اسمم روش نوشته. چی نوشته؟ هیچ چشام نمیبینه. چی نوشته؟ I love. نه I love بلو رو بنام. من عاشق بلو بنام شو خودم خبر نداشتم. خیلی متشکرم. میخوام از اون سوی رینگم از دریا بخوام بیاد با ابزار جنگش که در بعضی کشورها چنین چیز ابزار جنگ خواهد بود یا حساب میشه برای دختر حتی جرم خواهد داشت ولی اینجا آزاد است. من سوشا اینجا شما موش بهم بزنی ولی نزدید. خیلی ممنون ازت. متشکرم. از دریا میخوام یه قطعه دیگر رو اجرا کنه برای خود تو در این رینگ. یه آهنگ خیلی قشنگی ساخته برای شما تمام دخترهای ورزشکار. درسته؟ با هم یه نگاه میکنیم بعد میخوام با دو کلمه صحبت کنم. سپاس خیلی عالی خیلی زیبا تو رینگ بوکس. مرسی. یعنی به نفع رینگ بوکس شد که یه صدای موسیقی هم اومد فقط زدن اینا نبود. قطعه قشنگی بود. حتی از ایناست که صدا رو خود ترکیب میکنی. آره. و ساختی برای ما این آهنگو؟ آره دو روز پیش. خیلی قشنگ بود و مرسی. تو اصلا با ورزش سر و کار داری به این شکل؟ نه ورزش یوگا و دویدن. جدی میگی؟ ولی خب این هم تجربه جالبیه دیگه نه؟ خیلی اصلا انقدر ذوق کردم وقتی فهمیدم قراره با نجمه بزنم. It was very exciting. با الکتریک چلان فکرم خیلی میاد. آره با اینکه قشنگ صدا رو میتونی ایجاد کنی. آره. و در ضمن دریا در خیلی از مهمونی های خصوصی اتفاقات خصوصی اجرا کردم چیزای درست حسابی. نم لامبرگینی نم افتتاحی داشته رفتی زدی. دیگه کجا بودی؟
واسه کوکاکولا زدم، برای اپل زدم، مایکروسافت. ای بابا برای بی بی سی زدم، بی بی سی فارسی زدم، گلوه بنفش زدم، با نجمه زدم، با چارتار زدم، با چارتار برای کنسرتشون، برای همینطور علی عظیمی، درسته؟ با علی عظیمی، با بابک امینی هم ویدیو داشتم. آه تو بعض از ویدیوهاش هستی. جان تو سال هاست که نمیزنی، باست هم اینقدر ارتباطات خوبه، با اینکه 27 سالش بیشتر نیست و آلبوم تا حالا ضبط نکردی. بو باسه چی اصلا آلبوم؟ هی میگن آلبوم که چی بشه روی بو؟ نه؟ من از بچگی کلاسیک ترین شدم، از بچگی از ارکسترا به ارکسترا، یعنی بعد مدرسه رفتم ارکسترا. مثلا سال دوم دانشگاه بودش که دیدم که بس، یعنی نه که ارکسترا بسته، ولی چیزی نبود که من میخواستم پرسیو کنم. از اونم آدمی نیستم که بخوام آهنگساز شم. تو یه جوری بین دو تا دنیا موندم. آها. Yeah, so I'm doing my own thing. یه میکشی پیش میاد، نه؟ آره، خیلی اکسایتینگه، خیلی ماجرا جویانه. I don't know how to say. ولی it's interesting. خیلی باحال. اینم کار جدیدی که داری یاد میگیری با الکترونیکی کار کنی. Yeah, من لوپ میکنم با ملودیای خودم، میام جلو. در ضمن دریا سیندرلا نیست، منم قورباغه، شاهزاده قورباغه نیستم. ما ها قراره با کفشای ایشون پاشنه بودن، میمونم پاشنه ها نمیستم این رو بپوشین، واسه این با جوراب اومدین. اینا خلاصه از کرامات شیخ ماست، برای در ضمن میگیرم ولی ها از این خیلی مشکرم دریا.